خب بیکران بر همه ایزان خیلی ممنون که کارهای ما رو دنبال میکنید سوژه ها رو برای ما میفرستید ما بررسی میکنیم در تیم رود و برنامه هر هفته آماده میشه و اجرا میکنیم و در طول هفته از طریق شبکه های اجتماعی پخش میشه البته موقع اجرا زنده اجرا میکنیم و طریق سایت توییچ ولی برنامه تیکه تیکه شده در سایت یوتیوب و در تلگرام منتشر میشه و خب بعد ایزانی هستن در میهن یار که خیلی واقعا بچه های زحمت کشی هستن فک من خورده زمین بچه های میهن یار میان کلیپ ها رو مثلا صحبت های ما رو کلیپ میکنن عیزان دیگه هم خود جوش این کارو میکنن تو کلیپ سازی از برنامه های ما دمتون گرم کوشا باشید چون کلیپ های کوتاه خیلی تاثیر گذاره و کمک میکنه و مکملی هست برای در حقیقت برنامه های ما یک اتفاق تلخی رو من دارم در ایران میبینم یک به نظر من موج جدیدی از هویت ایران رو بخوام بهش حمله کنن شروع شده هویت ستیزی ایرانی شروع شده من دیدم که حالا در کنار اینکه یه مدتی در ده سال گذشته خیلی بلش کردن کنار زبان فارسی باید زبانهای محلی باشه که در اون بخش دارن ایران ستیزی میکنن که زبان ترکی و کردی و اینا رو بگن آقا باید تو مدارس آذربایجان و کردستان و اینا تدریس بشه که هدف زدن هویت ایرانی و زبان فارسی است حالا در تهران به یک شکل دیگری میبینیم برای بچه لاکچری های سعادت آباد یه دونه از این کافی شاپ ها را افتاده به نام کافی شاپ توربو اگر اشتباه نکنم بعد میگه که آقا اینجا میاد حواستون باشه اینجا نوشته اینجا فقط انگلیسی و اصابت کنید همه چی و منو اینا به انگلیسی تصاویری که من دیدم بسیار نگران کننده است حالا در تمام خود این کافی شاپ به انگلیسی نوشته شده حتی منو شما وقتی منو رو میبینی به انگلیسی نوشته منو رو و تمام چیزها رو به انگلیسی نوشته خیلی ناراحت کننده است و حالا انگلیسی نوشتنش یک بحثه قیمت همه این خوراکی ها یا مثلا اون محصولاتی که اونجا میخواد بده تمام غذاها و حالا دیرینک هایی که گذاشته در حقیقت نوشیدنی که گذاشته رو به دلار زده و این دیگه به نظر من بسیار ناراحت کننده تر میشه که این کافی شاپ در سعادت آباد دست به چنین کاری کرده این کافی شاپ هم نوشته که کافی شاپ توربو با تعم زبان انگلیسی یعنی چیالا دمشکم هنوز تابلو رو حواسش نبوده که فارسی شا داره و تابلو هنوز فارسیه باز جای شکرش باقیه هنوز تابلو رو چیز نکرده به انگلیسی نکرده تابلو اصلی رو من اینستاگرام این افراد رفتم که در اینستاگرامشون حالا آدرس گذاشتن سعادت آباد بولوار پیام اینا حالا کاری نداریم دیگه آدرس گذاشته بودن نو صبح تا ده شب هم هستن و در حقیقت دارم میگم بیاید و اینجا به زبان انگلیسی این هم اینستاگرامشونه که الان ما براشون داریم یه تبلیغی هم میکنیم دیگه 657 نفر زمانی که من اسکرین شات گرفتم امروز صبح در حقیقت فالوور دارن و در این رستوران شما فقط باید انگلیسی صحبت کنی و فارسی صحبت کردن ممنوعه این هم یک نکته عجیبی بود به هر حال برای من که داره یه همچین اتفاق تلخی میفته در ایران و یک موج جدیدی از به نظر من هویت ستیزی ایرانیه ببینید هویت ایران رو باید بزنن دیگه با هر روش شده یک زمانی اینا تلاش میکنن حالا بگن اون بخش مذهب رو خیلی بولد کنن که هویت ایران زده بشه این کار کردن بارها در اصانه های گوناگون یه بخشی نه میان مثلا بحث اینکه آقا بریم قربگر بشیم عشق اروپا و فلان و اینا از اون منظر میزنن که الان در این مورد مشخص نمیینه یه بخش دیگه نه به اسم این که آقا ما هوای خورده فرهنگا قومیت ها اینا رو داشته باشیم به یه شکل دیگه هویت ایرانی رو زیر سوال میبرن یعنی اصل داستان اینه که هویت ایرانی و زبان پارسی باید سست بشه این اتفاقه اتفاق بسیار 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 خطرناکیه و خیلی جالبه بخشای از اینایی هم که بلند میشن میرن تو این کافی شاپ ها حالا مثلا چون برای روشن فکری تو بعد دین و مذهب هم بزنی دیگه اینا کسایی هم که یه جایی هم مثلا میشه میگن ما بچه شاهنامه ایم ولی الان میرن در یک همچین رستورانی احتمالا مثلا یه کافی بخوام بخورن اینا به هر روی این اتفاق برای من عجیبه دستگاه های اماکن خیلی جالبه بعد یه مقدار به نظر من این مورد یه خیلی جدی بگیرن ببینید ایران به خاطر که پس جنگ جهانی دوم تن نداده به این سرویس بین المللی که یعنی مافیای بین المللی نظم نوین مافیای بین المللی بهش میگن نظم نوین جهانی ولی شما مثلا نظم نوین جهانی بنویسید ولی بخوانید نظم نوین مافیای جهانی و این مافیای جهانی که خب اقدامات گسترده‌ای در طول تاریخ کرده و همه دنیا رو تونسته تسخیر کنه از نظر حداقل فرهنگی و سیاسی سی و امنیتی و البته اقتصادی که در رسشه جمهوری اسلامی اتفاق بزرگی بود در ایران یعنی انقلاب 57 باعث شد که خب بخاطر شما حکومت محمد تن داده بود به این قضیه شما وقتی که یه فردی مماننده حالا جریاناتی بودن در خلال بعد از جنگ جهانی دوم ملیگرا بودن در ایران من یکی دو تاشون هم مستند درست کردم براشون یه خود ملیگراشون شدید بود اومدن مثلا یکیشون بود حزب سومکار را انداخته بود رهبر حزب سومکا که الانم قبرشون در اوبسالای سوئد هست من رفتم بالای قبرشون و یک مستند کوتاهی هم ساختم منشی دکتر منشی زاده بزرگ خیلی جالبه آقا ما میگیم منشی زاده انسان بدی بوده اصلا بحثی نداریم یا آدم فاشیست بوده بد بوده اینو به درخواست یعنی این نگاه خود محمد رضا نبود که منشی زاده رو تبعید کنه تبعید منشی زاده در دهه سی توسط انگلیسی‌ها رخ میده یعنی انگلیسی‌ها به شاه ایران فشار میارن میگن اینو مثلا باید تبعید کنی بحث اینه که هر کسی که در چارچوب هویت ایرانی به درست یا غلط مثلا ما میگیم آقا اسم سونکا اینا همه غلط بوده دیگه اصلا فاشیست بودن فلان بودن حالا یه نگاهی تندی داشتن هوادار مثلا آلمان نازی بودن اینا اصلا همه اینه که میگن درست به درست یا غلط هر کسی که دفاع میکرده چون شما خواهی یه چیز دفاع کنی یا درست دفاع میکنی یا غلط دفاع میکنی دیگه بحث سر اینه که به درست یا غلط از هویت ایرانی هر کی دفاع کنه در زمان شاه در حقیقت انگلیسیا ها میزدنش میومدن به شاه دستور دارن این بنده خدا رو تبعید کرد یعنی نگاه اینی که ما در زمان شاه خب تن داده بودیم به این سرویس در حقیقت جهانی مافیای جهانی ولی در جمهوری اسلامی اتفاقی که افتاد جلوی اینا وایستاد جلوی بحث این کارتل های مافیایی زنجیره‌ای خود این جریان صهیونیستی رو گرفت مثل حالا در حوزه نفت در حوزه خوراکی در هر حوزه‌ای که شما بگیرید کارتل های فروشگاه زنجیره‌ای که الان در دنیا دارید می‌بینید همه جا گرفتن امروز دیگه مهم نیست تو در واشنگتن هستی در ونکوور هستی در کجای اروپا هستی یا حتی در عمان <laughs> مسقط هستی در مسقط الان پر فروشگاه های زنجیری مکدونالده یا حتی در چین و ژاپن هستی اونجا الان این فروشگاه ها پره بس اینجاست که میخوان هویت رو بگیرن و هویت با کارتل های برها شرکت های بزرگ زنجیره دار اومدن گرفتن و جمهوریت جلوی همه این داستان ها وایستاده. یعنی جمهوریت یک هویت ایرانی رو حفظ کرده حالا در قالب پوشش شیعه خود شیعه هم یک نگاه کاملا آریاییه دیگه به حال در پوشش شیعه آریایی جمهوری اسلامی این هویت حفظ کرده حالا شیعه‌ش یه خوده بعضی وقتا پررنگ میکنه متأسفانه خود جمهوری اسلامی هم تیشه به ریشه بعضی وقتا نگاه های آریایی و ملیگرایی گرایی میزد ولی هر سال داره بهتر میشه خیلی اتفاقات خوبی داره رخ میده در همین جمهوری اسلامی و حالا شما کسانی که قرابت دیگه میگم ما با جمهوری اسلامی نداریم مخالفت میکنن با جمهوری اسلامی هر جا میشینی مود دیگه آقا شما هر جا بشینی خامنه ای فلان این حکومت فلان یه دو تا فوش بده به جمهوری اسلامی چی داره کلاس داره دو تا فوش بده به جمهوری اسلامی برای تو یه اعتبار میخره مثلا فلان دمش کم ضد حکومت خفش بابا ضد حکومتی که چه غلطی میخوای بکنی این ضد حکومت بودنه مود شده به همینه که ضد حکومتن الان شما آقا اینا دیگه اصلا افتادن به ضد ایرانی بودن آقا شما الان برو با مسئولان این کافی شاب یه جا دوستی خصوصی کن من که نمیشتم چشم بسته بهت میگم تا صحبت خامنه ای کنی تا فوش هم مود دیگه خب اوکی خامنه ای بده جمهوری اسلامی بده شما ها مثلا وطن پرستی چی هستید شما ها اینو ما بگید چی هستید دیروز داشتم با یکی از این مجریای حالا اسم نمیاریم کمونیست در سوئد داشتیم گفتگو میکردیم پیام داده بودی کلکل میکنیم بعد وقت حالا اسم نمیاریم محترمانه کلکل کل میکنه ما محترمانه خصوصی جوابشو میدیم همیشه میگه آره ما به خاطر جامعه ایران داریم فلام میکنیم آ آره تو کمونیستی به خاطر جامعه ایران تو فکر جامعه سوئد باش کمونیست که مرز نمیشناسه که حالا دمت گرم باز با ما چپ ملی هم داریم دیگه شما تو همین سریال خاتون خیلی خوش آمد بیژن امکانیان میگه ما باید نگاه چپ و بالاخره برای ایران داشته باشیم به خاطر حفظ منافع چپی که برای منافع ملی کار میکنه دمش هم گرم ما کلی چپ داریم الان امروز دفاع میکنه منافع ملی حالا با این موجی رو شما کلکل کل میکنیم بحث پول و اینا شد و آره تو جمهوری اسلامی پول میده گفتم آخه مگه میشه فلان و اینا گیر میدن نگا من بابام داره پول میفرسته از ایران چند سال 2013 اومده سوئد بعد از نه سال پدرش هنوز داره ریال رو تبدیل به کرون میکنه براش میفرسته بعد منش گفتم که بابا مشکل جامعه ایران خود شماهایی شما میگی ما میخوایم مشکل جامعه ایران رو حل کنید در که خودت مشکلی تو سربار... تا 9 سال از ایران رفتی بیرون همچنان سربار جامعه ایرانی عرض مملکت بابات داره خارج میکنه از این کمونیستشه بقیه اونایی که دیگه دم از لیبرال و اینا میزنن که اونایی که تا کمونیست ها میگن آقا جان هر تن هر دان گندم باید تقسیم بشه دیگه این اینجوری داره پولشویی میکنن یعنی پول مملکت و عرض مملکت و خارج میکنن بقیهشون ببینید چیه هر کدومشون یه جور افتادن به جان هویت ایرانی به جان جامعه ایرانی و این قضیه خیلی ناراحت کننده است کسانی که میگن ما ضد جمهوری اسلامی به خاطر وطن پرستی حالا اونایی که میگن به خاطر جامعه که داریم میبینیم چیکار میکنن بعضی هاشون هم که دیگه میگن آقا به خاطر وطن پرستی این جمهوری اسلامی حکومت عرب فلان اینا مشکلتون فقط با عربیه بعد اون وقت توی این کافی شاب انگلیسی صحبت بشه دیگه مشکلی نیست این نکات بسیار تلخیه یعنی حقایق جامعه ماست متاسفانه اماکن هم که میگه نمیدونم چی بگم اصلا اگر اماکن بریزه توی این کافی شاب بعدا گیر میده چه دخترها کم مثلا متاسفانه دیگه کاری به کیفیت مثلا مواد خوراکی اونجا نداره یا الان دیگه کاری به این بحث نداره که هویت ایرانی رو داره زیر سوال میبره این یعنی ببین انقدر ناراحت کننده از همه چی یعنی شما الان یک اماکن بره اونجا نه کار داره اینجا انگلیسی صحبت میشه نه میره چک بکنه که آقا مواد غذایی کیفیتش چیه گیر میده چرا دختر پسرها کنار هم نشستن یعنی این مشکلات زنجیره وار افتاده به جون هویت ایرانی و هر کسی یه جوری تیشه ورداشه به ریشه هویت ایرانی داره میزنه و واقعا این ناراحت کننده است و ما تنها کاری که از دستمون برمیاد برجسته کنیم البته این تنها کار تا به امروز خیلی تاثیرگذار بوده ما خیلی از حرفایی که تو این برنامه زدیم ما یادم یه برنامه داشتیم در شهر مطالبات مردم رو میگفت بعد مثلا پیگیری میکرد که مسئولین به یه جا برسونن ما خوشبختانه برنامه رو دست دیگه یک برنامه که چون همه دیگه میدونن ما مستقل کار میکنیم و میدونن که به جایی وصل نیستیم دیگه حرفایی که میزنیم خود جوش یعنی به نتیجه میرسه و امیدوارم این قضیه کافی شاپ هم به نتیجه برسه به زودی من خبرشو بزنم که در این کافی شاپ دیگه قشن به زبون فارسی قرار صحبت بشه و منوی این کافی شاپ به فارسیه و منوی این کافی شاپ قیمت هم به تومنه نه دیگه به دلار هر لحظه دارن یه حرکاتی میکنن ریال رو تبدیل کردن تومن حالا تومن رو دارن تبدیل میکنن به دلار حواستون هست دارن چیکارا میکنن به حال امیدوارم که نتیجه بده البته این حالا بنده خدا این کافی شاپ حالا گذاشته بود و دم دستم بود مطمئنا کافی شاپ ها و رستوران ها و جاهای دیگه هم هستش که دارن از این قرتی بازی ها در میارن این قرتی بازی جایگاهی در ایران نداره باید جلوش گرفته بشه هویت ایرانی والای هر بحثیه هویت ایرانی والای والای هر بحثیه و باید این قضایا نمیگم حالا برید چک کشی برخورد کنینا ولی باید جلو این قضایا خیلی محترمانه گرفته بشه قربونت این برنامه مفید بوده باشه این دغدغه‌ای منه در مورد هویت ایرانی به خاطرش هم <applause> تا پای زندان چند بار رفتم به خاطرش خودم با جک و جنورهای خیلی عجیبی در خارج از کشور درگیر کردم حتی با یه سری عقب افتادای خر مقدس داخل کشورم هم خودم رو درگیر کردم ولی هویت ایرانی برای من اصله و زندگیمو وقف این معقوله کردم و میکنم و به این قضیه افتخار میکنم پاینده ایران و بدرود.